اسلحه چیه؟ آفرین، همه سربازی رفتن. اسلحه ناموسه. این کتاب برای ما فرسته ناموسه، کلام خداست، چیزی که به قلبم بود امروز برای شما. بردرمون شهادتی که داد تقریبا مثل چیزی که امروز میخوام برای شما بگم شد برای شما، برای این الزام، برای که نمیخواد کافی آلودگی ها بشه. امروز پیغام من راجبه همینه. تا قبل از اینکه بیام اینجا بخواستم یه پیغام دیگه به شما بدم. همین پایین تغییر کرد، همین پایین که بودم تغییر کرد. روز گفت راجبه این صحبت بکن. دنیا مسیحیت امروز چون روزهای آخره دنیای عجیب غریبی شده. حتی خدا رو شد برای عیسی مسیح که همه رو جذب میکنه و وارد میکنه. اما شما با تجربه‌ای که داری، آیا همه کسانی که وارد میشن میمونن؟ آیا همه کسانی که وارد میشن سالم زندگی میکنن؟ خودتون میدونید نمیکنن. و متاسفانه هرچی جلوتر میریم آلودگی ها داره بیشتر میشه. اینو نمیتونی منکر بشی. خدا داره کار میکنه. اما از اون بر دشمن هم داره خیلی ها رو میکشه پایین. چون روزهای آخره. و امروز خدا دنبال افرادیه که بیستن و قاطی آلودگی ها نشن. کتاب رومیان باب 11 یه جمله ای داره. یه آیه زیباییه. یه راجع به ایلیاس میگه در زمان ایلیا، ایلیا گفت خداوند من تنها هستم، چه کار باید بکنم؟ خداوند با چی گفت؟ گفت نگران نباش، 7000 نفر هستن که در برابر بعل زانو نزدن. ولیکن در زمان حال نیست بقیتی به حسب فیض برای او نگاه داشته شده است. یعنی چی؟ سادش میکنم. یه دوره ای یه عده جماعتی قاطی نشدن، آلوده نشدن. امروز هم به خاطر فیض یه تعداد اندکی هستن که قاطی آلودگی دنیا نمیشن. بقیتی به حسب فیض. انگلیسی امریکایی میگن remnant، بقیت، اندکی، مایوریتیه، کمه، زیاد نیست، مگا چرچ نیست، اندکه، قد جمع شماست. قاطی آلودگی نمیشن. چرا این رو دارم میگم؟ برادر ما مگه آلوده است دنیا؟ مگه کلیسا آلوده است؟ بله هست، متاسفم. شما که هفت کلیسا مکاشه پر نگاه میکنید چند توش سالمه؟ اونم تازه با زیراد داره. یکیش یه ذره از بقیه بهتره، ولی بقیه همه آلودگی توش رفته. و این نمونه یه برای کلیسای این دوره. ما نمیتونیم حقیقت رو کتمان بکنیم بگیم همه چی آرومه. من چقدر؟ ما نمیتونیم اینو بگیم. حقیقت چیز دیگه است. اما خدا در دل آلودگی ها مردان و زنانی رو میخواد که برای او سالم بیست. آمین؟ و به نام مسیح من دعا میکنم و تشویق میکنم شما اون جمعی باشید که از آلودگی ها برحذر باشید. نمونه شما داریم. وقتی کتاب دانیال رو باز میکنیم همه تون داستان دانیال رو میده. داستان عجیبیه. بذارید من یه بک‌گراند تاریخی به شما بدم. میدونید داستان دانیال رو؟ اکثرا میدونن دیگه به امید خدا. ببینید خیلی ساده است. کتاب دانیال با چی شروع میشه؟ قوم خدا، برگزیده خدا، شاهزاده خدا، کسی که حامل شریعت خداست، کسی که ادعای خداشناسی میکنه، چه اتفاقی براش میفته؟ میره تو اسارت. اینا قوم خدا رو خدا رو میشناسن، همشون هاللویا گونن، همشون پرستش میکنن، همشون عزامی رو بلدن. رفیق اسارت، اونم اسارت کی؟ بابل. پادشاه کیه؟ نبوکدنصر. اوج بت پرستی اون دوران در بابله، درسته؟
این قوم چند هزار سال انقدر اشتباه کرد و انقدر دنبال خدایان غیر رفت و انقدر یهوه خیانت کرد و انقدر عاشق بت بود، خدا گفت بت دوست داری؟ یه جا میفرستمه که از دماغت بت بزنه بیرون. رفت تو آلودگی، درسته؟ خیلی عجیبه، قوم خداست. امروز هم همینه ها، اون موقع بابله، امروز کجاست؟ کل دنیا پیرامونمونه. نبوکدنصر اون موقع است، امروز نظام دنیا نبوکدنصره، شیطان نبوکدنصره. خیلی عجیبه. میخوام شما رو با یه حقیقتی روبرو کنم و بعد با یه حقیقت بهتر شما رو امیدوار کنم، تشویق کنم. ببینید، شما نگاه کنید باب یک، همون باب یک در سال سوم نبوکدنصر یه سری اسما میاره و و و و و و و و و آیه سه. خیلی ساده میخونم، من از تجربه قدیم میخونم ولی خودم تفسیرش میکنم که راحت بشه براتون. خوابتون که نمیاد؟ نه حتما؟ مفهومه؟ خب؟ باب سه ببینید چی میگه. همه تون رو در اون، میخوام همه تون توی اون تصویر خودتون رو جا بکنید. فرض کنید همه دور اجون به قول خودمون، همه شما قومه، من هم جمعه قوم اسرائیل، همه این جماعت رفتیم در اسارت. هر دفعه فاسید کتاب مقدس رو بخونید خودتون رو تصویر بدید توی اون شغل و این داستان یادتون بوده. من به شما قول میدم داستان بابا یکی دانیال تا آخر اون برای تو یادتون بوده. بخواب تصویر بدید. خب؟ آفرین، خیلی مهمه که خودتون در شرایط قرار بدید. ببینید اونجاست که کلام مکاشفه میشه، باز میشه برای شما. باب سه، آیه سه. ببینید میگه پادشاه رئیس خواجه سرایان کیش را هم فرموده که بعضی بنی اسرائیل و از اولاد پادشاهان بیاورند. ببینید آیه چهار، جوانانی که هیچ عیبی نداشته باشند، نیکو منظر، در حکمت ماهر، به علم دانا و به فنون فهیم باشند، قابلیت برای ایستادن در قصر پادشاه داشته باشند و علم و زبان کلدانیان را به ایشان تعلیم دهند. پادشاه چی میگه؟ دقت کردید؟ پادشاه به این دستیارش میگه ببین برو هرچی بچه باهوشه، هرچی بچه خوشتیپه، هرچی بچه باسواده، هرچی بچه با حکمته از وسط این قوم بردار بیار. از اسرائیل ها، اسرائیل در اون سرزمین اسیره. میخوام بهتون بگم نظام دنیا با ما چه کار میکنه. اینا میرن هرچی بچه باهوش و با استعداد همه رو جمع کنن. قوم خدا هنو یادتون نره، اینا قوم خدا هنو، اینا یه آور میپرستن، اینا همون هایی که دریا رد شدن و اینا همون هایی که شریعت رو دارن و اینا همون هایی که هاللویا میگن مرتب و اینا همون ها هنو. خب حالا نگاه کنید آیه پنج چی میگه ایزان؟ یکی بخونه آیه پنج. میخوام همه مشارکت داشته باشیم. پادشاه مقرر داشت که در طول سه سال تعلیم و تربیت ایشان هر روز از خوراکی که او میخورد و شرابی که او مینوشید به آنها بدهد و پس از پایان سه سال آنها را به خدمت او بیاورد. به قول آمریکایی‌ها OMG. Oh my god. پادشاه چیکار میکنه؟ میگه همه این بچه‌های که همه با استعدادن، درسته؟ بیاریدشون. چیکار کنید؟ از غذای خودم بهشون بدید. خوب دقت کنید، از غذای خودم بهشون بدید، از شراب خودم بهشون بدید. غذا پادشاه که هادداک نیست، غذای پادشاه غذای خوبیه، درسته؟ گفت حسابی اینا رو چاق و چلشون بکنید از غذای خودم. سوال ازتون میکنم، چرا پادشاه این کار رو با بچه های اسرائیل کرد؟ چرا با از غذای خودم بهشون بدید؟ بگید درست همه درسته؟ چرا؟ یه ذات فکر کنیم گو از غذای خودم بهشون بدید. اونا اسیر بودن، اما پادشاه میگه از غذای خودم بهشون بدید. جذبشون بکن. دنیای امروز ما همین کار داره با ما میکنه. انواع اقسام خوراکا رو داره میده،
انواع اقسام راه ها رو داره به من شما نشون میده، ما هم خیلی وقتا وسوسه میشیم. برادرمون امروز گفت درسته؟ آقا این راه رو انجام بده، اینو به دست میاری، این کارو بکن، اینو به دست میاری، این کارو ببین دنیا همینجوری داره به ما میده. برای که ما رو نگه داره، برای که ما رو جذب کنه. دقیقاً تاریخ داره تکرار میشه. ببینید و ایشان رو 3 سال تربیت نمایند. نبوکدنصر داره اسرائیلی‌ها رو چیکار میکنه؟ شبیه خودش میکنه. و جالبه ببینید چی میگه؟ علم و زبان کلدانیان رو هم به ایشان تعلیم دهد. چیکار داره میکنه؟ زبان اینا رو داره تغییر میده، کالچر اینا رو هم داره تغییر میده، فرهنگ اینا رو هم داره یعنی یه کاری داره میکنه. اینا از اون یهودیت، از اون خداشناسی تبدیل بشن به آیا امروز نظام دنیا با ما این کارو میکنه یا نمیکنه؟ همینجام حضور باشی. پرانتز یادتون نره، اینا همه ایماندارن ها، اینا همه قوم خدا هن ها، اصلی میشن خدای من. بعد در آیه 56 میگه حتی اسم اونها رو هم عوض میکنه، درسته؟ آمین. به هر کنی که اسم جدید میده، اسمای خودشونو، اسمای بابلی میده به اینا. یعنی چیکار میکنه؟ کلن هویت اینا رو داره عوض میکنه. فاجعه نیست؟ فاجعه است. آیه 8 با یه کلمه شروع میشه، یه کلمه ریز. اما دوش قبل بکشید اما به قوله اما. ببین این امایه یه پل بین 7 و 8. اما این چیزیه که میخوان من و شما باشید. اما داریان در دل خود قصد کرد. برادرمون چی گفت؟ تو دلش گفت احساس من نمیتونم این کار رو انجام بدم، نمیخوام دیگه این کار رو انجام بدم. کار که داریان میکنه، در دل خود قصد کرد که خیشتر رو از تمام پادشاه و شراب میکنه بشه نجس نساز. داریان گفت ببین همه آلودن، همه غذای پادشاه رو میخورن، همه تسلیم شدن، من نمیکنم. امروز من به شما میتونیم بگیم من تسلیم نمیشم. سخته ها، همه دارن میخورن، همه فربه شدن، همه خوششون میاد، همه عشق و حاله، به زن و به کوبه، عیاشیه، فلان قوم خداست. تصمیم گرفت قاطی. چند نفره؟ اونا چند؟ بقیه قوم چقدر؟ چند میلیونه؟ بردن ایمان میخوای بگی چند میلیون نفر از قوم خدا رفتن تو انحراف؟ متاسفانه بر دردناکه ها. اما خدا دنبال اشخاصی میگرده که دلش با او راسته، حتی یه نفر باشه. تو همین جمع یه نفر از شما دلش صاف باشه و خدا از طریق همون کار میکنه. تخصص خداست. به تعداد نگاه نمیکنه. سریع بخونم، خسته خوابتون که نمیاد. خب من فیلم تعریف میکنم، من داستان سینمایی، نه رنگی. خب آیه 9 چی میگه؟ آیه 9 چی میگه؟ و خدا چیکار کرد؟ و خدا این موبایل رو و خدا دانیال رو نزد اونا عزت و احترام داد. وقتی تو می ایستی و قاطی نمیشی، اونجا خدا به تو حرمت میده، اونجا خدا بر تو می ایسته. خدا به شرطی که قاطی نشی. حالا بقیه رو بخونید. بعدش میگه 3 نفرم قصد کردن عینه یادتونه وسطا؟ شدرک، میشک، اونا هم همینجوری تصمیم گرفتن آقا ما قاطی نمیشیم.
یه ذره شرایط امیدوار کننده تر شد. باز حداقل یه نفر تبدیل شد به چهار نفر. حالا دانیال خودش چه دربار آخری باش نداره. اینا جزء مردم عادی هست. ولی شرایط امیدوار کننده سه نفر. چند میلیون جمعیت سه نفر. بخونید چون طولانیه نمیگم. اینا تصمیم گرفتن که نکنن. آیه 17 یه چیز خوبی میگه. چی میگه؟ اما خدا به این چهار جوان دانش و مهارت در هر گونه ادب و حکمت عطا فرمود و دانیال در همه رویاها و خوابها دانیال را در همه رویاها و خوابها فهم گردانید. آمین. اونا تصمیم گرفتن از حکمت پادشاه و از شراب پادشاه و از قدرت پادشاه بنوشن. اینا تصمیم گرفتن این کارو نکنن. در عوض خدا بهشون حکمت داد، دانش داد، معرفت داد، شناخت داد، از آسمان پر شدن نه از پادشاه. چرا مردم، چرا ایماندارا خیلی وقتا درکشون کم میشه؟ چرا هرچی کلامو میخونن نمیفهمن؟ چرا حکمت ندارن؟ چون از یه جا دیگه دارن پر میشن. وقتی تو از بیرون پر نشی، رد کنی، خدا از بالا تو رو پر میکنه. آمین؟ میخوای حکمت بیاد؟ خالی شو از دنیا، قاطی نشو از دنیا. اون وقت خدا از بالا بهت میده، بهت قول میدم میده، شک نکن میده. ما چرا نمیگیریم؟ چون از دنیا پریم، از پادشاهان دنیا پریم، از نظام دنیا پریم، از آلودگی های دنیا پریم. ولی وقتی تصمیم میگیری آلودگی وارد زندگی نشه، خدا از بالا به تو میده. آمین؟ تا اینجا شرایط عالیه. اما شیطان دست بردار نیست. اوکی، سه چهار نفر شدید بر ضد من جمع بلند شدید، یه درتون رو برمیارم. دقت کردید توی ایمان مسیحی کسانی که صادقانه برای خدا میایستن بدترین اتفاقات ممکنه براشون بیفته؟ چقدر تهمت ها میخورن، چقدر میزننشون، چقدر طردشون میکنن. این بار بلند میشه یا مجسمه طلای منو بسازید، درسته؟ همه باید سجده کنن. هر کی هم سجده نکنه چی میشه؟ در آتش بریزه. حالا اینجا دیگه بحث چی شد؟ اینجا دیگه بحث جونه، بحث شکم نیست، بحث اون عشق حاله نیست، بحث جونه. کیا حاضرن مجسمه رو بپرستن؟ خیلی جالبه، تمام قوم خدا تسلیم میشن و جلوی بت زانو میزنن یا نمیزنن؟ میزنن؟ قوم خدا هنو همشون جلوی مجسمه نبوکدنصر زانو میزنن. این قوم خداست. درکاک نید، نه؟ درکاک نید. یعنی همون دایی بودن که خدا رو میشناختن. ببینید چی میگه. آیه عجیب، خیلی عجیب. باب سه. یعنی باب سه رو؟ آیه دوازه چی میگه؟ کلی دفتر و دستک و اینا رو جور میکنه، میگه همه باید سجده کنن، هر کی سجده نکنه میسوزونه باشه. آیه دوازه چی میگه؟ اما تنی چند از یهودیان یعنی شدرک، میشک و ابدنگو که آنان را به اداره امور ولایت بابل برگماشته ای، تو را پادشاه ها اعتنا نمی کنند. آنان نه خدایان تو را میپرستند و نه تمثال طلا را که برپا داشته ای سجده میکنند. این سه نفر این کارو نمیکنند. بعد چه دوام میفته بخون؟ آنگاه نبوکدنصر با خشم و غضب فرمان داد تا شدرک، میشک و ابدنگو را حاضر کنند. پس ایشان را به حضور پادشاه آوردند. خب نبوکدنصر خطاب به ایشان گفت: شدرک، میشک و ابدنگو،
آیا راست است که شما خدایان مرا نمی پرستید و تمثال طلا را که برپا داشتم سجده نمی کنید؟ حال اگر آماده اید با شنیدن نوای ترنا و سرنا و چنگ و بربت و سنتور و نی و هر قسم ساز دیگر به روی در افتاده تمثال را که ساختم سجده کنید که چه خوب، ولی اگر آن را سجده نکنید بیدرنگ به میان کوره آتش سوزان افکنده خواهید شد و کدام خداست که بتواند شما را از دست من برهاند؟ یه لحظه ببخشید من شما را این مثال میزنم چون تستمونی شما خیلی زیبا بود. برادرم تصمیم گرفت چیکار بکنه دیگه آلودگی وارد نشه. خب پیش خودش هم میگه که خب خدا من ببین من به خاطر تو دیگه این کارو نمیکنه. درسته؟ از طرفی شاید تعدلش هم این توقع رو داشته باشه که خدا هم پشتش بیسته دیگه. یه و شبیه یه جور دیگه میشه بسوزون میشه شما میمونی دیگه خدا هم من تصمیم دادم تو رو فالو کنم چندی؟ فقط چیه؟ نمیفهمم. ببین تصمیم میگیره اشتباه نکنه، درسته؟ و توقعش هم اینه که خدا به دادش برسه. اما میبینیم شرایط بدتر میشه. پادشاه میگه بسوزونیدش، آتیش رو هفت برابر کنید. بابا خداوندا نمیفهمم. مطمئن باشید وقتی تصمیمم میگیرید خدا رو بپرستید حملاتتون ممکنه بیشتر باشه، وسوساتون هم ممکنه اونجاست که نباید دست باشه. خب ببینید اینا چقدر تسلیمن. اوکی میگه ما این کارو نمی کنیم. خب آیه 16 17 قلب آدمو تکون میده. چی میگه بخونید؟ 16 17 شدرک میشد و عبدنبو در پاسخ پادشاه گفتند ای نبوکدنصر، ما نیازی نمی‌بینیم در این باره تو را جواب دهیم. اگر چنان کنی که می‌گویی خدای ما که او را می‌پرستیم قادر است ما را از کوره آتش سوزان برهاند. آمین. و او ما را از دست تو پادشاه خواهد رهانید. آمین. در هر شرایطی ما نمی‌ذاریم آلودگی واردمون بشه. حتی اگر ما رو بسوزونی ما دست از پرستش خدای خودمون و نمیداریم. چند نفر تو این جمع اینجوری جواب ندیم پیش خودتون؟ چند نفر اون تا این حد حاضرین بها بدیم؟ خیلی عجیبه. ببینید این یک پرستش درسته. تا پای جان تصمیم میگیرن آلودگی واردشون نشه به هر قیمتی. بقیه قوم کجان؟ بقیه کلیسا کجان؟ بقیه قوم اسرائیل چیکار دارن میکنن؟ همه آلودن، همه زانوزن. سه نفر امروز سه نفر توی این جمع هست به نام مسیح تو باشه. اگر سه نفر توی این جمع باشه این شهر رو شما کلشو میگیرید. به شما قول میدم همونطور که خدا رو شکر که سر اراده خدا رو میدونید، شبانان خوبی دارید و واقعا دارید به عنوان کلیسای پیروزمند توی شهر کار میکنید، بیشتر جا رو میگیرید. سه نفر. خب میخوام تمامش کنم. میگه خدایی که میپرستیم او قادره. خب تصمیم گرفتن این کارو بکنم. یهو ببین آیه 19 چی میشه؟ خدای ما رو گرفتی؟ آیه 19. آنگاه نبوکدنصر از خشم مملو گردید و حالت چهره اش بر شدرک میشک و عبدنبو دگرگون شد. پس دستور داد کوره را از حد معمول هفت چندان داغ‌تر کنند. خدایا من که تصمیم گرفتم تو رو خدمت کنم، من که تصمیم گرفتم اوکی باشم، خوب باشم، آتیش یه چند برابر؟ اینا با یه ذره آتیش هم میسوختن و دشمن بزرگ نمایی میکنه، سرصدای زندگیتون رو زیاد میکنه، حملات رو زیاد میکنه. نترسید و قرد دشمن واخ واخ میکنه.
شما یک تا تن میرم ولی آلوده نمیشن. و بخونید ببینید میان میگیرن اینا رو آیه 23 و این سه مرد را در میان آتش انداختن. درسته؟ 24 خبر خوشه برای افرادی که سازش نمی کنن. آنگاه نبوکدنصر در حیرت افتاد، برخاست، مشیران خود را خطاب کرد، گفت آیا سه شخص در میان آتش نینداختیم؟ ایشان گفتند بله. گفت اینک من چهار مرد میبینم گشاده در میان آتش و ضرری به دیشان نرسید و منظر چهارمی شبیه پسر خداست. آمین. وقتی تصمیم میگیری آلوده نشی، حتی اگه وسط آتیشم بری، عیسی اونجاست. دنبال عیسی میگردی، وسط اون آتیش ها. الان تو زندگی تو آتیشی، عیسی اونجاست. تصمیم گرفتی تمیز زندگی بکنی، اما تو آتیشی، عیسی دقیقا اونجاست. عیسی رو نمیتونه تو جای خیلی آروم پیدا بکنی، عیسی رو در دل اون سختی ها پیدا. عیسی اونجاییه که تو ایستادی، فشار روته، تحقیر روته، دارن میزننت ولی تو سازش نمی کنی. عیسی اونجاست. من تمام این سالای زندگیم و عیسی رو تو وسط بحران ها دیدم، عیسی رو وسط طوفان ها دیدم، عیسی رو اونجایی که از شدت درد فریاد میزنم خدایا بس این آتیش هفت برابر بیشتر شده، عیسی اونجا میاد. چهارمین شبیه پسر خداست. حالا شرایط تغییر میکنه. 26 چی میگه؟ میگه نبوکدنصر به دهنه تون آتش نزدیک آمد و گفت شدرک میشک ابدنگو ای بندگان خدای تعالا. چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد اینجا؟ شرایط تغییر کرد. شرایط تغییر کرد. اونی که دشمنه به خاطر کار این سه نفر اعلام میکنه او خدای یگانه است. آمین. میخواین فامیلتون ایمان بیارن؟ میخواین عزیزانتون ایمان بیارن؟ میخواین دوربریاتون ایمان بیارن؟ میخواین مثل برادرمون سید جانها بکنید؟ مثل این سه نفر. وقتی آلودگی رو راه نمیدید، وقتی تسلیم نمیشید، عیسی کنار شما میاد و مردم بیرون میبینن و ایمان میارن. میدونید چرا امروز خیلی ایمان نمیارن؟ برای که چیزی از من تو نمیبینن. بگذارید نور شما بر دیگران بتابد تا پدر رو در آسمان تمجید کنن. امروز چه نوری از من شما در میاد؟ نبوکدنصر میاد میگه واو واو اینا کیان؟ آیا مردم بیرون من و شما رو میبینن اینو میگن؟ رسالت کلیسا اینه که تصویری ارائه بده که وقتی بی ایمانان میبینن بگن اینا عجب خدایی دارن. ببینید چی میگه؟ ببخشید سرتونم درد آورم خستتون که هم تمامش میکنم. آنگاه آیه 28 خط بکشید. آنگاه نبوکدنصر متکلم شده گفت متبارک باد خدای شدرک و میشک و ابدنگو که فرشته خود را فرستاد و بندگان خیش را که بر او توکل داشتند و به فرمان پادشاه مخالفت ورزیدند بدنهای خود را تسلیم نمودند تا خدای دیگری را سجده ننمایند. بنابراین فرمانی صادر شد هر که بر ضد اینا حرف بزنه اومد طرف. چیکار میکنه؟ نبوکدنصر میپرسته خدا را آسمان زده به خاطر کار سه نفر. تصمیم بگیر تو یکی از اون سه نفر میتونی باشی، ولی به شرطی که مثل دانیال در دل خودت قصد کنی. با این تموم میکنم. پادشاه تکون خورد، قوم درسته در شرایط بدی بود و در نهایت بعد 70 سال خدا آلودگی اینا رو برداشت و اینا برگشتن توسط کوروش. کوروش اومد اینا رو برداشت و برگردون به سرزمین و اینها. حالا اومدن توسط نهمیا و عزرا و اینا دیوارها رو ساختن و شرایط آماده شد برای ظهور مسیح. یه سوال دارم،
سه نفر قصد کردن وارد آلودگی نشن. و یه جمله گفت: اگر خدا بیاد ما او رو میپرستیم، اگر خدا نیاد باز ما او رو میپرستیم. به نظر شما این سه نفر ترس داشتن یا نداشتن؟ حتما داشتن. مگه میشه الان بگم بیا همه ما رو میخوام بسوزونن، ما بگیم هاللویا آخ جون مثلا، یا بسوزون؟ ترس داره، درسته؟ اینا ترس حتما داشتن، انسانی کم بیاریم، ولی تصمیم گرفتن که این کارو بکنن. 50% امکان داره خدا به دادشون برسه، 50% امکان داره خدا به دادشون نرسه. بالاخره اینا 50% امید داشتن که حالا خدا به دادشون میرسه و رفتن. و چه پرستشی انجام شد، چون بدنهای خودشون رو تقویم کردن دیگه، چه پرستشی انجام شد اونجا و چطور خدا جلال پیدا کرد. اما یه نفر در طول تاریخ یه پرستشی انجام داد از اون سه نفر بالاتر، عیسی مسیحی که میدونست پدر به کمکش نمیاد. اون سه نفر شاید 50% احتمال داشت خدا به کمکش بیاد و رفتن، یه ذره خیالشون راحت. عیسی شب آخر گفت پدر این جام از من بگذر. پدر چی گفت؟ نه تو دوباره بخوری. و عیسی میدونست با این که پدر به دادش نمیرسه، تمام بدن خودش رو رو صلیب تقدیم کرد و بزرگترین پرستش عالم رو صلیب انجام شد. عیسی بزرگترین پرستنده تاریخ که با دادن جانش و با دادن بدنش، با اینکه میدونست امیدی نیست، میدونست پدر روشو برای لحظاتی برمیگردونه، میدونست باید این جام رو تا به آخر بنوشه، گفت تسلیم نمیشم، تا آخر میرم، این بدن رو تسلیم میکنم، این قربانی کامل رو تسلیم میکنم، این پرستش حقیقی رو صلیب انجام میشه. و عیسی رو صلیب گفت تمام شد. چه پرستشی اون بالا انجام گرفت، چون تمام جانش رو داد با اینکه میدونست کسی به دادش نمیرسه. امروز همه من و شما که اینجاییم میدونیم خدا به داد ما میرسه. برای آنانی که خدا را دوست دارن و به حسب اراده او خوانده شدن، همه چیزها به خیریت برای آنها در کار است. ما اینو باور داریم امروز. کلام خداست، وعده خداست. آیا حاضری امروز زندگی تو بسپاری، بگی خدا من